فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، در این 48 ساعت گذشته به خصوص درز اطلاعاتی زیادی وجود داشته از اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به رسانه‌ها، به گمانم تصادفی هم نبوده احتمالاً. حالا اگر اشتباه می‌کنم من اصلاح بکنید، چقدر فکر می‌کنید که پیام‌های اینچنینی به تهران بیشتر به خاطر جلوگیری از یک رویاروی احتمالیه؟ بله، فکر می‌کنم همونطور که فرمودید تصادفی نبوده و این اطلاعات میخواد نشون بده به ایران که ما خبر داریم از فعالیتی که داریم میکنین، از اقداماتی که آمادگی هایی که دارین انجام میدین و ما در صورت لزوم دست به اقدام میزنیم. اسرائیل و آمریکا گفته اگر حمله از خاک ایران انجام بگیره پاسخ اسرائیل بسیار شدید خواهد بود. من فکر میکنم خود ایالات متحده هم از نسبت به این موضوع حساسیت زیادی داره و با وجود اینکه دنبال تشدید اوضاع در منطقه نیست، ولی براش غیر قابل تحمله که تعداد زیادی برای نمونه موشک بالستیک از ایران به سمت اسرائیل شلیک بشه و احیانا این موشک ها از روی پایگاه ها و مرکز ایالات متحده بخوان عبور بکنن. ایران روش های مختلفی داره برای راه های مختلفی و انتخاب های مختلفی داره برای واکنش نشون دادن به حمله به ساختمونش در دمشق و این روش ها برخی از اونا میتونه خیلی کم به نسبت کم هزینه باشه و آسان‌تر، مثل حملات سایبری، مثل حملات نیروهای نیابتی خودش در منطقه، و بقیه از اونها میتونه خیلی ریسک بالایی داشته باشه و پرمخاطره باشه. اقدام مستقیم مهمترینش هست. من البته نباید فراموش بکنیم که اولین بار نیست که حکومت اسلامی چنین تصمیم پرمخاطره رو میگیره. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی 5 روز بعد حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد انجام گرفت و من فکر میکنم این تصمیم، حالا با وجود تمام صحبتهایی که میشه در رسانه ها و بین افراد مختلف که این حمله مهمی نبوده، به نظر من حمله مهمی بوده و تصمیم بسیار سختی پشتش قرار داشته و انتظار هم میرفته که آمریکا پاسخی انجام بده و در تا اونطور که فرماندهان سپاه بعدن گفتن تا چند مرحله آمادگی برای تنش به وجود اومده بوده و این حداقل از نظر ذهنی و حتی از نظر امکانات این آمادگی برای پاسخ دادن به این سطوح از تشدید وجود داشته. حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد حمله بوده با هدف ترجیحاً از بین بردن بخش مهمی از این پایگاه و کشتن تعدادی از پرسنل آمریکایی، و اگر تدابیر فرماندهان آمریکایی به سرعت به اجرا در نمی اومد و تعدادی از این نیروها از اونجا خارج نمی شدن، این سطح تلفات میتونست بین 150 نفر باشه. با وجود این 2000 نفر نیروی آمریکایی هنوز در اون پایگاه بودن و خیلی خیلی شانس آورد ایران که تلفاتی در اونجا انجام نگرفت، چون آمریکایی‌ها آمادگی داشتن که در اگر تلفاتی به بار می اومد، این کسی کشته میشد، سریعا واکنش نشون بدن. پس اون احتمال، اون درگیری تشدید شدیدش با شانس از سر آمریکا و ایران گذشت، ولی در این مورد اگر ایران تصمیم بگیره که با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله بکنه، با وجود تفاوت رویکردهای اسرائیل در نسبت به چنین حمله‌ای و آمادگی‌هایی که وجود داره، اون ضرب آهنگ جنگی که اسرائیل از 7 اکتبر بعد داره و توانایی‌هایی که ارتش اسرائیل در این سال‌ها به خصوص برای دفاع در مقابل امکانات تهاجمی ایران و حمله به خاک ایران به وجود آورده، من فکر می‌کنم خیلی سریع می‌تونه کار به تشدید جنگ بین ایران و اسرائیل انجام بده و طبیعتاً آمریکا این وسط پاش درگیر خواهد بود. ممکنه در از همون شروع نباشه، ممکنه ایران مستقیم هدف‌های آمریکایی رو به سمتشون موشک شلیک نکنه، به خاطر اینکه سعی خواهد کرد که آمریکا به اسرائیل نزدیک نشه، اون فاصله بیاندازه بین آمریکا و اسرائیل و این فاصله رو بیشتر بکنه. ولی طبیعتاً وقتی که آمریکا ببینه که یکی از متحدین مهمترین متحدین منطقه خودش
تحت حمله موشک‌های ایرانی قرار می‌گیره و اسرائیل هم داره تصمیم می‌گیره که پاسخ محکم به این اقدام ایران بده، طبیعتاً آمریکا هم در مرحله بعدی درگیر اون خواهد شد. آقای ندیم، بیاین یک سناریو تصور بکنیم که چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه خبر بیاد که مثلا سفارت اسرائیل رو در آدیس آبابا مورد حمله قرار دادن، یا یک موشکی یا یک پهپادی از سمت جمهوری اسلامی، چه از داخل خاک ایران چه از کشورهایی که در اونجا امکان عملیاتی داره مثل سوریه، آمده به داخل خاک اسرائیل نفوذ کرده و احیانا یک منطقه رو هم مورد اصابت قرار داده. فکر میکنید واکنش مستقیم اسرائیل ساعاتی روزهایی بعد از این حمله احتمالی چه خواهد بود؟ خب تا حدی واکنش اسرائیل متناسب با سطح حمله ایران خواهد بود. اگر ایران تصمیم بگیره که برای نشون دادن به دست آوردن پس گرفتن ابتکار عمل، به دست آوردن ابتکار عمل، برای نشون دادن اون توانایی تکنولوژیکی خودش، برای خیلی محکم نشون دادن پاسخ خودش، این تصمیم رو بگیره که موشک‌های بالستیک مستقیم به سمت اسرائیل پرتاب بکنه، حالا شاید مستقیم به سمت تل آویو یا اورشلیم، نه ممکنه به سمت یکی از پایگاه‌های شونده الکترونیکی در بلندی‌های گولان یا یک جای دور افتاده تری بخواد این موشک ها رو شلیک بکنه. فکر میکنم در نهایت بر اسرائیل فرقی نمی کنه. هواپیماهای جنگنده اسرائیلی خیلی سریع به پرواز در میان و اهداف خاصی رو حالا در داخل خاک ایران و در منطقه مثل ممکن سفارت، خود سفارت ایران در دمشق شروع بکنن و به سمت داخل ایران از اهداف مربوط به پدافند هوایی جزء هدف اصلی خواهد بود. ایران رادارهایی داره که برد حداقل تا 800 کیلومتر برد دارن و این رادارها میتونن جزء اهداف اصلی باشن. سیستم های پدافند هوایی ایران که در برد بالایی دارن میتونن جزء هدف اول باشن، ولی در کنارش ممکن اسرائیل از این فرصت استفاده بکنه، به چند سایت هسته‌ای ایران حمله بکنه. من فکر نمی‌کنم نیروگاه بوشهر جزئی از اونها باشه، ولی ممکن از سایت‌های در داخل خاک ایران مثل پایگاه سایت نتنز یا مرکز ساخت سانتریفیوژها جزء اهداف باشه و همینطور هم چندین پایگاه نظامی و مراکز شناخته شده ساخت موشک، ساخت درون در ایران میتونه جزء اهداف باشه. ولی خب اگر اسرائیل این کار رو بکنه، برحال این انتظار میتونه داشته باشه که ایران هم پاسخ بده و باید برای موجهای بعدی همین آمادگی وجود داشته باشه. زیر دریای اسرائیل باید در شرایطی باشن که بتونن در صورت لزوم پاسخ به ایران بدن و موشک های کروزی که گفته میشه کلاهکسته‌ای داره رو در شرایطی داشته باشن که بتونن اگر لازم بشه از اونا علیه ایران استفاده بکنن، یا هواپیماهای اسرائیلی ممکنه از مسیرهای دیگه به سمت ایران تصمیم بگیرن که حمله بکنن و در اون صورت احتیاج دارن که این مسیرها با سوختگیری هوایی استفاده بشه و طبیعتاً سعی خواهند کرد که بخشی از این حملاتی که اسرائیل میکنه برای ایران مسیرهاش ناشناخته باشه. اسرائیل هم طبیعتاً از موشکهایی برخوردار هستن، اسرائیلی که میتونن از هواپیما شلیک بشن، برده قابل توجهی دارن و همچنان هواپیماهای بدون سرنشینی که مشابه امکاناتی مشابه هواپیمای شاهد ایرانی دارن، ولی خب بردشون کمتره و اگر اسرائیل بخواد از اون استفاده بکنه طبیعتاً علیه هدفهای نزدیکتر مثل سوریه و انخوان. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با من.